آیت الله العظمی شیرازی در نشستی در رابطه با کسانی که برخی از مسائل دینی را قبول ندارند یا نسبت به بعضی از آنها اظهار تردید می کنند و یا در پاره‌ای از موارد برخی از امور دینی را به سخره می گیرند فرمودند اگر این افراد شهادتین را قبول دارند و منکر ضروریات دین نیستند مرتد محسوب نمی شود. معظم الله با اشاره به حکم مسلمان بودن در رابطه با عامه علی‌رغم آنکه امامت ائمه علیهم السلام را قبول ندارند فرمودند در اینجا یک بحثی هست که اگر کسی شیعه بوده و سپس منکر امامت ائمه علیهم السلام شود جماعتی گفتند که این دسته از افراد حکم کفار را پیدا می کنند چرا که در شیعه پذیرش امامت ائمه علیهم السلام ضروری است. ایشان در ادامه فرمودند اما اگر کسی شیعه نبود و منکر امامت ائمه علیهم السلام بود مانند عامه که منکر هستند کافر محسوب نشده و احکام مسلمی را دارند اما مؤمن نیستند. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر لزوم آگاهی و التفات به انکار ضروری دین در رابطه با ارتداد فرمودند بسیاری از کسانی که در صدد انکار برخی مسائل هستند ملتفت و آگاه به مسئله نیستند لذا مرتد محسوب نمی شوند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. این نماز میخونه، روزه میگیره، اینا اگه بازیه بلا اشکال درست نیست، نه اما اگه راستی بازی نیست نماز میخونه روزه غالبا هم فقها قبول کردن این فرمایش. اون اعتقاده وقتی من بگم خدایی که مثل ما این نمازه، یعنی بله. بله. در منکر ضروری التفات به ضروری بودن جماعتی گفتن شرط، اگه ملتفت نیست ملتفت نیست. این تو حاشیه های عروه داره. نه نه، توحید یعنی خدا یکیه، اون از اصول دینه، اینا صفات خداست. درسته، درست میگید، اما در عین حال اینا همینجور که صاحب رو فرموده از ادله استفاده نمیشه که اینا مرتد باشه. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: حکم کنار گذاشتن صدقه، حکم ارث شوهر از زن، استحباب دعا در رکوع و سجود، حکم ترک قیام متصل به رکوع، مسئله اجتماع امر و نهی، حکم قائلان به وحدت وجود و تجسم، حکم بدهی های میت در صورت نداشتن ارث و توضیحاتی در مورد مصالح مرسله و در زیارت‌های معصومین علیهم السلام از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام، ماهواره 100، فرکانس 120، 73 بیننده این نشست علمی باشید.